سلام سلام. سلام خوش اومد میشه <applause> سلامشو پاک کنی برای چی آم میخوای بونجوغ بگی بونجوخ فقط باید. سلام قربان سلام خوش اومدین اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی در کنار من فرهاد و فرزاد نشستن و کارون همچنان قایبه نیست آره چه خبر؟ سلامتی ویلکام بک به قول خارجی ها مرسی مرسی بوکو مخفه شو زنایش این بوکو رو تو این درزه یاد گرفت ها چون سرویس بلد نبود یعنی تو این درزه یاد گرفتی از از کلماتی که ما بهت گفتیم استفاده کردی کس کس پسو گفتی بهشون نه کس 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 پس یعنی چه اتفاق افتاده آخه اونقدر اتفاق اشتباهی بعدی نیافتاد که بگیم چرا اتفاق خیلی بزرگ ساعت چنده رو پرسیدی ساعت چنده رو پرسیدی نه ساعت هم چی پرسیدی از ملت بیشتر تو غذا و منو اینا بودم چی میگفتی بیشتر تو این بودم رسید و برام بیارید آها چی میگیش میشه میشه بیشتر با ایما میگفتم میگفتی اسپلیتت این خانوم با من نیست عجب آره. خوش آره. آره خیلی خوب بود خدا شد برای کسایی که نمیدونن فرهاد از اپیزود قبلی چقدر گذشته چون خبر وایس که سال گذشته یعنی جوری که خو... احساس قربت میکنه فکر کنم دو هفته وقتی این اپیزود بیاد دو هفته آره گذشته دو آره دورور دو هفته گذشته فرهاد هفته ده روزی سفر رفته بود آره. رفته بود پاریس تقریبا و دفعه پیش خیلی نگران زبان فرانسه فرانسوی آیا واقعا نگرانیت حرف تو درست بود یا حرف من این رو میخوام بدونم ایش کدوم همیشه حرف من درست چون, خیلی خوب انگلیسی صحبت میکردن خب دیگه با حرف من درست بود دیگه نه تو مگه میگفتی که اوکی من میگفتم هیچ مشکلی نداره دیگه قرن 21 آها نه من فکر آها اوکی اگه اون تیکه حرف تو میگی آه. <تصفح> <ده> ولی اون سریشون که به خانه انگلیسی حرف نزنن یا حالا بلد نیستن وا... با دو, دو نفر آدم مین و جلب روبرو شدن ولی خب, خب بقیه انقدر خوب بودن چجوری باشون آنا... رفتار کردی؟ با از آچمز شده بودن یه ذره فرض تو میای دورن. سندلی تو بیار جلو میخوام با فرها توی چیز باشی داستان باشی چون یه ایوه... ها که از من زد آره نه خوبه خوبه آلی خب و انقدر عجیب بود برام نمیتونستم فایت بکنم صندلی رو میتونی برداری به این ور نزدیک بکنی آفتن داریم. 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 داریم تو بگو انجام میدی یه،, یه،, روز رفتیم صبونه بخوریم خیلی سریع میگم اتفاق زیاد افتادیم بل بله بل. آره بگو بگو اتفاقات رو بگو, بگو. رفتیم صبونه سفارش دادیم و اینا این تو این صبونه به همش هم که این گوگل ترنسلیت دوربینی دست من بود ویا یعنی عکس گرفت نه میگیری لایف همون لحظه ترجمه میکنه نه می گرفتی آره خود چی... ترجمه میکرد یا منو رو نه منو رو, منو آه رو آه آه نه. رسید بعدش میاد رسید دیگه اعداد دیگه اعداد <تصفح> دیگه اومید بارا تازه با ساین نمیکرد اعداد میو شب دو زبان دیگه ارز در بشه آقا این منو یه مربا توش داشت که مرباشو همه تعریف میکرد من سر هر میزی میدیدم مربا رو من منویی که تو این صبحونه توش مربا داشت و انتخاب کردم سر هر میزی تا می... بعد خیلی آرومن ام. این خیلی شاید حالا هر کی رفته باشه اینو دیده تو اوردن غذا و بعد... بعد که غذا تموم تا اون که اوردر رسید و بهشون بدی و بعد رسیدو و بیارن و بعد آ بره... اتوماتیک نیست چون دیگه اینطوری که دیگه خودش میدونه که غذا تموم شد خیلی داردشون. سری میاره این اتفاق میفته آره 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 آره. اونجا تا... خیلی زمان میگیره تشو. آره دی تک تایم بعد خلاصه طول کشید و اینا صبح اول صبح بود تشنمون بود او. ما رفته بودیم یه منمقد یه محله‌ای که یه کلیسای خیلی معروفی توش هست و اینا اونجا رفته بودیم و آب میخواستیم واسه همه آب می خب واسه من آب ن... نمی دیروز از نجف دورتر من مغد من خب آب نمی دیگه ما تشته بودیم واقعا گلوم یه جا چسبید به هم رفتم تو آشپزخونه خب نه بگو بگو گفتم که یه چی آب بگید آب بیارید خب بدا اینطور گفت بالا به فرنج گفت برو بشین خودم میارم مثلا اینطوری بعد ده دقیقه که آب نیورده بود خب این که این رفتار بود بعد که منو رو آورد اینا قرار بود که تو منو مربا رز، رزبری و مربا هم باشه بله نه رزبری, نه. نه, نه رزبری بود نه مربا نه رزبری بود نه مربا بعد دیگه من به فرنش میگم بابا اینو تو به فرنش حد دارد این مربا رو بیاره من آخه نون کرم ما فقط به خاطر مربا ما نون کرم هم بیاره مربا مونده این دا. به خدا نون کرم مونده بود دستم هی منتظر بودم هی اینا میرفتم میومدم بیه چی که خودم و <applause> انقدر شیشه های مرباش کیوت بود من آه. اصلا میخواستم اون شیشه مربا رو بیارم خب خیلی کیوت قلیز گفت خب لغزش آره خیلی آقا اصرار کردم که مربا رو بیای گفت باشه برات میارم پنج دقیقه گذشت دوباره نه. یه آقای دیگه اومد گفتیم این مربا مربا رو رو قرن بیار آره الان میارم الان رفت بعد من عکس من فکر کردم که ما نمیتونیم به اینا بگیم که واقعا مربا چی عکس مربا آوردم جم اینا و نشون دادم گفتم اینو بیار دیگه تو منوی ما بوده گفت میاریم سه بار گفتیم دیگه بعدش گفتم آقا اوکی بدش بود خودمون کوچیک سه تا مربا آورد و هر هم گرفته بود آخر کار رسیدو که دیگه رسید و اینطوری کردم اوورد و اینا گفتم که راستی مربام خیلی خوشمزه بود بعد اینطوری برگشت که خندید گفت آره میدونم خیلی مربای خوشمزه ای بد دادیم به انگلیسی روون بعد من نمیدونم کجا نگاه کنم و اینا بعدشون اومده بود که من پاشده بودم رفته بودم توی آشپزخونه بهش گفته بودم آب آه، تو کجا این اینو حدس میزنی یا تو می از, زن... از اون لحظه و رفتارشون تغییر کرد تا ده دقیقه قبل آب تو... شون... حالا تو آشپزخونه شون زده بود ایمپلویز اونلی نه یعنی آشپزخونه رفت... که میگم یعنی این سای، یعنی داخل اون رستوران چون همه بیشتر بیرون میشینن همیشه تا جا هوا خوب باشه هیچکی تو نمیشینه یه محیط باحال یه شدم زربان قلبم رفت بالا احساس می‌کنم آره از کله یارو می‌زنه ولی جز اون همه خیلی خوب بودن خب خوش گذشت میک فان می‌کردم مثلا فرنوش فرانسوی حرف می‌زد و اینا میگفتم از شوهرت بلد نیست مثلا اینکه دستشو بگیریم یه کاریش بکنیم آها یعنی تو مورد تمسخرم قرار گرفتی بعد ما مثلا جلسه تراپی بریم باها احساس کنم که اذیتت کردن اونجا فقط نمی‌خوام باهاش ناخونام خوردن. جویدم ولی خوب بود خدای خیلی سفر باحالی بود و حالا خیلی خوردیم خیلی راه رفتیم ببخشید اگر که منو بار اول میبینیم من صدا میکنم خدمتتون این دوربین ما یه مشکلی داره مثل اینکه تصمیم گرفته بود به ادامه رکوردمون نرسه, نرسه. خب ولی اونقدری که فیلم کردی جذاب بود پاریس خیلی. اونقدر آره. خوش گذار. من میگم حالا تو اپیزودم گفتم هیچ تصوری نداشتم راجع پاریس و خیلی بهدارد. این که میگن خیلی کثیفه و آشغال نه اینجا نه و... بود خدا یه سری اصلا ما ش... علاقه من شدن به سیستم شهرداریشون یه سری جاروبرقیایی دارن بده. تو سطح شهر بله. ما جاروبرقی تو سطح شهر چرا کارمند شهرداری جاروبرقی دست می‌بینی جاروبرقی که مکش بکنه ماشینی هست دیگه هم دیگه ماشینی میان تنظیم میکنه چه نیاز این آقا فرهاد خب تو تو مثلا حالا شانزلیزه که خیلی خیابونه خفنی و اینا و خیابونه اطرافش جایی که مثلا باحال بود و شلوغ بود همه از این جاروبرقی‌ها داشتن یعنی سیگار واقعا کم دیدیم او جدی ولی آره. همه جا سیگار میکشیدن خیلی باحال سیگار من خیلی دوست داشتم این حرکتو اه. همه جا سیگار میکشید. اینجا برای کسایی که نمیدونن تقریبا سیگار کشیدن غیر قانونیه تو کار یعنی اینقدر ب... محدودت میکنن اگر که بخوای منطقی هر چیزی رو بکشی یعنی بخوای قانونی این کارو بکنید تقریبا غیر ممکنه یه سری جاهای خیلی محدود, محدود هست داره. برای سیگار کشیدن که تو فکر کنم داونتاون اصلا وجود نداره من تا حالا ندیدم و اینکه در, در مورد داخل صحبت کنیم چون بیرون که می‌تونی سیگار بکشی نه تو ببین طبق قانون تو 6 متر از هر اوپنینگی باید فاصله داشته باشی 6 او متر اوه متر بله و توی کانادا تقریبا تو 6 متر وسط خیابون باشی دیگه, دیگه آره. میدونی توی سیدنی هم دقیقا همینطوریه توی دانتان سیدنی بایلا نمیتونی سیگار بکشی ولی خب تو راه رفتن مردم میکشن یعنی تو دانتانا اینا میبینی می میبینی می ولی قانونی نیست یعنی میگم قانونی اگه بخوای این کارو بکنی نمیتونی ولی خب شما توی اروپا و ترکیه و فلان و اینا این خیلی آزاده که آره توی رستوران که... موقعی که نشستی بیرون بکشه آره یه چیزی که نوتیس میکنه همینه تو بعد هم شمالیاکی که میان اونجا خیلی این کامنتو میدن که چقدر اینجا سیگار میکشن و اینا فکر ببین میکنم... میکنم... فکر نمی تعدادش فرق کنه احساس میکنم نه فرق میکنه فکر کنم توی چیزشه یعنی بیشتر میبینی میگم اینجا خیلی همه رایت میکنه آره اینجا خیلی پاستوری من به این رسیدم اینجا خیلی پاستوری این ما تو شمالی بله اونجا مثلا پیر زن پیر مرد مثلا 11 شب نشستن شیک آه یه چیزی که دیدم اینو اعتبار همه نوتیس کردن همه خوشتیپن یعنی حتی اونیم که توی وضع مالی خیلی آنچنانی نداره با همون پولی که داره یه تیپ قشنگ جمع جور کرده خب این یه چیزی بود که خیلی من دیدم فشن کپیتاله دیگه و پس این چیز نیست این میث نیست چون همه میشنوی اینو خیلی این آره خیلی, خیلی خوش تیپم من ما با تیپ های آمریکا شمالی که میریم اصلا سری اینجوری میشه که اوه سری و خود جمع میکنی ده 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 خیلی همه واقعا داری میگی من باور نمیکنم درصد خوش تیپم استایل دارن به خودت که فکر میکنی میبینی تو خیلی لباس های ساده و چیزی میپوشی نه همین که میگم لباس زیبا نشان آدمیت آقا فرها درگیر الان جای سپر خالی بود به تو میگفت مرد کپیتالیست خب پس ولی سفر خوب بود دوست داشتی دوست داریم پسرونه بریم پاریس نه حالا داشتم به خشار میگفتم و در پی خشار یه اتفاق دیگه هم افتاد که میخوام اونم در ادامه اپیزود بگم فکر کنم ما هر جا بریم بد نباشه یعنی به خشار به نجسی ما سوریه میتونیم بریم یه دونه مثلا خونه بگیریم خوش خوش همینجور بوده دیگه آره خب دیگه ترجیح میدم مثلا 45 دقیقه اینجا نرم دیگه قرار تو میگفتی بریم یه مثلا آفتابی باشه ل... آره من بگم از کجا اومد بگو. داشتم استوری آیسان نگاه میکردم بعد گفتش که آره الان میخوام برم بالا تو خونه اون آفتاب بگیرم بعد برم استخ بعد برم جیم گفتم من هیچ وقت تو زندگیم نمیتونم این سه تا چیزو پشت سر هم بگم انجام اصلا تو ونکوور آفتاب گرفتن که تقریبا ندارده حالا خیلی بازه حالا اینم بگم آه. اگه آفتامون من <applause> <applause> <نگرفدم ایتراه> با یه مثلا بیافتم اینم بگم خیلی ولی خیلی ولی دوست دارم که برم مثلا یه جای گرم یه استخری برم یه جوی آبی برم میدونی میکنه هوایی مثلا حال میده اون هوایی که تو رفتی گرم بود آره خوب گرم بود آره می بود خیلی گرم بود خوب بود مکزیک هم مکزیک می هم میشه رفت جالبه آره خب دیگه چیکار کردی یه نکته میتونم بگم از موقعی که کارون نیست شما دوتا خیلی صحبت میکنیم من تشریق میکنم شما رو این تغییریه که همه نوتیس کردن و خیلی ها گفتن که اذیت نمیشه آقایون شریف یه ذره صحبت کردم با. خیلی ها با اسبانیش و کارون دونستن که چی که شما صحبت نمیکردین هم خواستم از اون بپرسم تهدیدی شدی در سرم ایشون ترس ما قبل اینکه بیایم صوبای خود کرد دو اپیزود تخم کفتر میخوریم بله <تصفيق> <تصفيق> خیلی برای باز شدن متوجه یه رژیم دیگه چی می‌خواستی بگی گفته با خشارشم صحبت می‌کردم آقا اسم من خیلی دارم حرف می‌زنم نه عزیزم راحت باش فرج از وقتی که قبل اینکه برم سفر هی خشایار چند بار زنگ زد نشد باش صحبت کنم درسته از وقتی هم که برگشتم چند بار اون زنگ زد چند بار زد خیلی سر شلوغ بوده این چند روز از چندین نفر شنیدم ای بابا نه ولی آدم زیاد زنگ بزنه جا ز... زیاد زنگ میزنه آره با معرفتیه دیگه نه میشه زنب. مثل طلبکارو بس آره <تصفح> شما بهشون بده کاری بعد خشار زنگ زده من مشغول بودم و حالا مسیر نزدیکتر شده مسیر خونه به محل کار من با اتوبوس میرم میام اکثر روزا رو بعد همینطور با خشار مشغول صحبت من باید اتوبوس مثلا 400 رو سوار می شدم رو سوار شدی 395 رو سوار شدم خب بهتر بود بگم 405 برای این مثال فرق نمی کنه الان میگن فرق از مشابه باید توش می به خودم گیچ کردم بعد همینطور با خشار اینا خشار سب کنم حالا من گوشی رو بزنم بیلی تو بدم و برم سوار بشم سوار شدم یه خانومی هم خانوم ایرانی با من سوار و اتوبوس شدن بعد بر این بنده خدا هیچی فارسی بلد نبودم و خیلی خوش انگلیسی, انگلیسی بلد و خیلی خوشحال شدن که مثلا یه هموطن هم باشون سوار اتوبوس شد اتوبوس هم پر از بره. آقا و خانم مسن کانادایی بعد من صبح بود عصر همین الان که داشتم پادکست یعنی بایدن... با اتوبوس من اومدی نه با تو رفتم خونه ماشین سوار شدم آها خوب یعنی شارپ من قرار بود تو از اون ور به این وره آره, آره. از غرب شهر گوش بده آره گوش بده گوش بده نه واسه همین من دیر رسیدم یعنی خب بعد این با خشاشه حرف زدم خب با خشاشه رو با هم صحبت می‌کنیم حرفه چیز قشنگی نمیزنی میتونه حرفای این زیادی زیاد باشه من خودم داشتم حفظ می‌کردم مراد می‌کرد این خانم یهو وسط صحبت برگشت به من من متوجه شدم یه درخواستی از من دارم گفتم خشا جان یه لحظه گوشی دستت باشه ایشون من گفت پسرم من میخوام برم فلانجا این تا ته مارین درایو میره گفتم که آره این قشنگ تا اونجایی که شما میخواین بینید راحت میره شاید حتی بیشتر هم بره شما دقیقا کجا میخواین بخواین شما شما چی مانیفست و آره من, من مثلا پرشیا فلان جا میخوام برم گفتم آره اونو که میره راحت میره من خودم تو سوار همین باز شدم هم که میخوام تقریبا با شما هم مسیرم بعد. بعد گذشت من گرم صحبت با خشار بودم و همین بحث سفر شد سوری بریم و اینا یهو دیدم پیچید. پیچید رو پر. چه <applause> بره این پولی که میگه یعنی دیگه رفت دیگه یعنی و توی این ترافیک فعلا بر نمیگرده مینیمم یک بای. ساعت طول میکشه که برگردی اون طرف این طور. آره آره خیلی سخته آره خب توی بودم که با فوش به خشار فلان فلان شده زنگ نزدی نزدی حالا <applause> همین موقع بذارم چه بعد من اصلا بلا تکلیف که این دکمه قرمز رو بزنم پیاده شنید داد میزدم که استاب <applause> استاب <applause> یعنی خودم پرتو کردم چون واو. با خودم شیک که من آن تایم قراره برسم به خود کرد این لحظه به فکر خانومم بودی یا نه به فکر خانوم اصلا نبودم <applause> خانوم الان هم <همهن> نیست <applause> خانوم <خالوم آنو؟ تصفيق> من مغزم بغض... <applause> مغزم فقط تو خودکست بود و قبلم به خشار گفته بودم خانم رزیده سیاتل تو <تص> مال <تنبال> پسرم میگرده پرشیا میگه پرشیا خواهی خانم دیپورت میکنم قد به پرشیا فلگ میگیره پاسپورتش خب فلان فلان <تص> فلان <تص> گفتم استاپ اینو کشیدم دیدی دیگه در وسط اتوبوس فشار زیاد که بیاری باز میشه در حال حرکت نه ببین دیدی ترا... یه ترافیک داره, داره تام... اونجا مگه او نه آره بابا خل... استاپ رد کرد من با خشاقه صحبت بودم آها کسی هم نذاشت خودم رو پل پیدا کردم یعنی روی این چیزیه این مرج نشده بود آره. خب دیدی آروم میره میخواد میره. من درو فشار دادم در باز شد خب از در پریدم بیرون تو اومدم پای به خشان شد توضیح بودم چی شد و اینه به خشان گفتش که خب <متفق> خاموشی <چی> شد چون خجار داشت میشتید صحبت هم خانو مرو بای بدبخت خانو مرو این فیلم کومیدیا برگشتم این ما تو من بدون چشون یارو زنه نگاه کردی و از هم تو بودشون نه واقعا ندیدم خانو مرو ولی انقدر اصلا یه لحظه ناراحت شدم من باید دست اینم میگرفتم به خودم میکرد اصلا خانو الان کجاست بدون انگلیسی نمیدونی کجاست خانومه رفت جاخون <applause> 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 من هنوز امیدوار بودم این خانومه یه جایی پیدا بشه ندی اول که اومد گفت چیکار کرده خانومه گفت یه پرنگ کردم نه گفتم پرنگی ناغاز در گف... آره منظورم اینه که من فکر می من هنوز امید داشتم که این خانوم الان گم نشده باشن یه خانم ایرانی از دست دادم میخوای سوار ماشین بریم داون تا نمال خانومه بگردی اینقدر ناراحت شدم مثلا دو سه دقیقه بایستاده بودم خجا چیکار کنم مثلا چی دیگه با بری دیگه بیخیارش با گان گان یعنی مثلا بایدی شیوز گان این ده ویند بده خانومه تو سرش نه اگه اگه محمد بود. بود. این همه دروغ <applause> وای ببین پسرم تو که الان گفت <applause> میدونی چه لعنایی بهت شد الان توی خانواده کجایی بودن میدونی از گوریششون فهمیدی که مثلا مال پارسی سلیس پا مثلاً ای خانواده تو تهران تو الان منفوری یعنی میگن که وا از اون بعدش در... این بود که این بنده خدا منو به عنوان تکگاه چیز یعنی خیالش راحت شد و اطلاعات از من یه من کرده کردم ایشونو یعنی تلش قرص کرد مطمئن نشسته الان تو توز فردا میاد آفیس احتمالا دیگه آجله آفیس سوار شد یه استاپ بعد آفیس خب از کجا بدونه از پرسید شما کاری نه خب من چشم تو چشم خانم بیفته بعد چی بگم هیچی یه سرت من دست پایین بگو من شمسارم یعنی خیلی بده میفهمم چی میگی میفهمم میدونید دیگه یعنی دارم به کائنات دیگر یعنی دنبال کارمان نیستم حتی خشارم بود آره یعنی یه قسمتش تقصیل خشاره میگم دیگه مثل طلبکار خشاره شدم به اون فوش دادم یعنی من داشتم فوش میدادم و در رو باز میگم خشاره فران شده. شده یه لحظه پیاده کش شد ماشین دو رو برد بود دیگه اونجا نه اون لاین فقط اتوبوس میره دیگه اون لاین خدا ماشین نبود ولی تو پیاده رو افتادم. تو وسط خیلی خنده دار بود من ناراحت کنم خیلی ناراحت بگیم کنند. که ناراحت کنندیم که چیز نشه آره زایست دیگه میدونیم ولی خیلی خندیدم <تصفيق> <تصفيق> شما چه خبر شما کسی رو که به تره کنه که سوتیه از همین خنده دار ناراحت کننده ها داشتم خب ما هفته پیش که جابجا شدیم این اپیزود بیاد, انا... بیاد بیرون جالب میشه چون اصلا یه در هم ورهمی داره این اطلاعاتمون خب داره میگیره این نه اون که داره میگیره آخه اشاره به دوربین کردی حس کرده. آخه ببخشید من توی حرف شما پریدم من معذرت میخوام شما رو شکر آره لطفا پد نشه سیم این رکوردر رفته اون تو یعنی صدا برای اوایل و بعد از اون ور یه میگم یه ببخشید <applause> من از شما معذرت میخوام از ادیتور عزیزم ببخشید خب کردن او آره هفته پیش هفته پیش واقعا نمشکر. یه کف مرتب بزنیم برای میلاد که اپیزود نجات داد یعنی واقعا چون من قصم شده بود من خودم من, من م... قطر عشق نشوندم من اصلا موقعی که داشتم این خبرو میدادی نه نه آره خبرو میدادم خودم چون اپیزود خنده داری بود خیلی خوب بود من ناراحت زیاد بودم که نیاد. آره خدا رو شکر انجام شد ببخشید شما میفهمدین اه... یه سوتی عجیبی آره اسباب کشی داشتیم هفته ای که گذشت بعد وقتی که اسباب کشی داری به اجازه میدن چند ساعت آسانسور رو بله لاک بله کنی بله بله که درش دیگه بسته نشه و تو طبقه تو باشه و تو لابی فقط مثلا بعد واسه ما همینجوری بود ولی خب به خاطر اینکه ساختمون کوچیکه بود یه دونه آسانسور داشت بعد من سعی میکردم اونجا باشم که اگه کسی مثلا نیاز داره چون ما همیشه که آره نیاز نداریم مثلا هر همیشه بله. لاک باشه بعد یه خانومی و یه اتوبوس مخصوص آدمایی که مسن نه هم مسنن هم مثلا معلولیت معلولیتی دارن, دارن. اوردشون و هم با رمپ اومد مشخص بود که رو ویلچر از این ویلچر برقی ها بود برای کسایی که نمیدونن اینجا یه سری اتوبوس هستن که اگر معلولیتی داشته باشین نیاز به حالا ویلچر همه اتوبوس ها آدم داره داره. با ویلچر میتونه سوار بشه ولی یه سری اتوبوس هستن که خیلی در واقع میان دم خونه تون میان دم خونه دیگه نیاز نداره در واقع توی ایستگاه باشین و اینا یه داره با... آره خیلی راحت میکنه در واقع حمل و نقل رو خب <تصفح> بعد این خانم اومد بعد, بعد م... متوجه شده بود که ما موو داریم بله بعد من ت... 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 گفتم اینجا چهار طبقه است دیگه یه احتمال داره ایشون تو همین طبقه اول باشه این. این تو ذهنم گذشت بعد قضا اه... نه دیگه احتمالات بود گفتم Ben asansörne ihtiyaz varıyım. Of course I do. <laughs> افتادیم تو چه حرف بدی نزدی خیلی بازار محترمان سوال کردی آره ولی میدونی چی شد باید نگاه میگرد بعد نه آخه وقتی که خیلی ها پله ها رو میگیرن نه نه من من یکی از همچین خب میدونم یعنی اون میگفت نه آخه ایشون فکر کرده که چون که ایشون مثلا یه همچین محلیت شاید خونه هم طبقه اوله که نه نه اصلا فکر نکردم دلیل این که طبقه اول گفتم یهو طبقه اوله چون چند نفر چند نفر رد شده بودن مثلا دیدم که رفتن توی یکی از آپارتمان همون طبقه اول گفتم شاید این ولی تایمینگش و سوال پرسیدن و اینا خیلی بد شد هم خندیدم هم ناراحت شدم عین قضیه فرهاد این بده واقعا این بده نه من من تو این هفته <applause> من با پیرزن <applause> <applause> با... ما... نداشتم نه نه هیچ معاشرتی نداشتم من تو تو هفته اصلا چی کار کردم چی شو بارونای تو نبودی تو بارونا رو دیدی ببین پاریس هم بارونه سیلاش می اومد از آسمون ها یعنی اصلا چیزای عجیب غریب بود در حدی که یه دیگه مثلا دو هفته پیش اتفاق افتاد برای کسی که نمیدونم من پنجرم همیشه بازه <applause> بله بله شب صبح زمستون تابستون همیشه پنجره کامل باز انقدر صدای بارون زیاد بود من فکرم تو خونه لوله ترکیده <تصفح> یعنی داشت چه می از روز تو. این بارون می یه روز صبح بود چون من ها بیدار کرد انقدر آره نه نه خب من مثلا سه و 4 صبح بیدار شدم و دیدم که آب داره میزنه تو یعنی انقدر أوه. زیاده این شدت این بارون داشت شایه. از دری که باز بود آب می تو توی بالکنی و دیگه کامل برده بود هاب گرفته بود داشت می اومد توی خونه رد و بخشی؟ رد و برق نداشتیم نه نه, نه. تو پاریس سه روز بارون خفن اومد مثلا روزی سه ساعت بارون میمد بعد اینطوری بود که خیابون رو خلبت میشه هر میرفتن زیر مغازه ها وای میسادن یا میرفتن توی مغازه خیلی به چتر اعتقای نداشتن بل. دوباره برمیگشتن تو خیلی فشنبل خیلی نه متوجه ولی ما همه چتر دستمون آماده فایت چتر رو بهتون بگم بگو نه فکر کنم چتر نه ولی چتر دوست دارم کالکت کنم و کالکت کردم تو این سفر چیزی پیچون دیگه کسی دادن بهم کی خب بگو برام هتل هتل فور سیزن داد بهم چتر خیلی خوبه یه تریک میتونم توی این اپیزود بگم هر بگو پاریس دعا کنه بارون بیاد که اتفاق بیفته بگو بگو حتما بگو قبل چی می‌خواستم قبلش این پست رو لایک کنید تا تا زیر این پست آره فالو داشته باشین لعنت به این جمله <تصح> <تصح> مشکل شخصی داره فرض <فرصا> حق <تصح> 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 داره جمله نونه بفرمایید آسمون قرنبه های خفنی میشد اونجا جا. مثل ایران بود من اینجا آسمون قرنبه خفن ندیدم که بترسم اونجا کرکوپر هم ریخت نه آن چنانی ایران یا اته آره, آره میلرزی آره. آره, ایران جدی بود اونجا بیشتر به. گناه میکنن صد در صد آسم قرنبه به گناه آره بعید بذارم سینه هاشون هم بیرون میندازن کجا امام جمعه گفته بود دیگه کجاست این جایی ایرانی یا چه این کجاست بگو ایرانی یا پاریس؟ میگفتن تو ایران ولی خب پاریس هم همه آسان با ایران دیگه این امام جمعه میگفت سینهاتون نریز نه میگفت فردا خوش میشه خوش سالی و کلند اتفاقات طبیعی بربال میشه متوجه نیستم اتفاقی آره آره ببین من اتفاق چند سال پیش تو ونکوور برام افتاد یکی از عزیزان که اومده بودن مثلا یکی از های خوب شهر رو براشون گرفته بود آره نه خودشون گرفته بودن حالا ما نگیریم. بله بعد بارون بد اومد و ما هم چت نداشتیم حالا بد شانسی چت نداشتیم و رفتیم که این عزیزان از تو هتل پیکاپ بکنیم یا خوش شانسی میخواستم ادام سگر رو در بیارم که اینجوری بیارم میلاد سگر رو بزن رو من سگر رو شدی رو فرزا توی اپیزود های دیگه آشق سگر خب سگر دراز داره آره اومدیم از در هتل اتو لابی بیایم بیرون دیدیم آقایون لابی من داشتن چتر میدادن نه بابا چتر هتل با خب اوه چرا که آره نگرفتیم آره اصلا... و اینا من فقط سری گفتم, ما گفتم, <تصف> آره، گفتم که ما گفتم که ببین ما معلوم نیست فردا پس رو بر، برگردیم تا مثلا من تا تو کی داشته, 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 داشته باشم یارو فر... آره؟ گفتش که تیکت گفت مال شماس بر برنگرد گفت به فرانسوی گفت نه این اتفاق تو ونکور افتاد چند سال پیش و من یه تجربه <تصف> تو <تصف> پس <تصف> ذهنم بود درست داشتیم توی یه سری خیلی باحال قران... پاریس با. داره راه میرفتیم بارون اصلا ها گرفت یهو در آسان باز شد بارون با. دم یه دونه هتل خوبا بودیم یه دونه از این دکه های چت فروشی هم من میدیدم توی دیدرس بود به فرنش گفتم تو برو توی این هتل من میرم یه چت میگیرم و میام من کاپشن داشتم میتونستم مثلا خیس نشم تا رفتم و بیام اومدم به فرنوش تکس بدم که البته نگران نباش احتمال یه چت بهت میرسه ولی اینترنت هم قطع شد رفتم چتر رو بگیرم بیام یه فرنوش داره شیک با یه چتر با بیند. کیفیت قدم میزنه نه بابا خوب. گفتم آخ آخ ببین چتره حالا میبینین بعدا انگار چرم با چرم توش و دوختن خیلی شیکه این چتر آره و هم که حالا آره میدونید دیگه مثلا اینطوری بود نمیخواسته بود بگیره اینو به اینا گفته آقا من اصلا تو این هتل نیستم آقا یعنی من آره, آره من اصلا عصبی کرد منو را را. کرد. به این من به اینجور جور مواقع میرسه زبونم فقط ایما اشاره آره کنم آره. با فرنج گفته نه من نیستم و نمیخوام و حالا بعد میگردم یارو گفت آقا بگی برو اصلا چیکار داری برو دیگه اصلا سایزش چقدر چقدر چه بزرگوش بدید یه دونه دیگه حالا متاسفانه من فر فرار بارون قطع شده بود تو این 5 دقیقه خدا رو شکر تو سه روز آینده من هیچ چک میکردم. کی بری از اون کی بارون میاد و کی بریم سمت شانزلیزه بله که چتر بگیرید نه که از تمام هتل بگیرید فکر چون هتل بهتر از اون هتل هم بود ولی نیامد که نیامد نیامد این جمعه هم نیامد نیامد <تص package> ولی بدونید یعنی اتفاق مرسومه و من سرچ کردم دوست <تص disguise> دوست دارن که دوست دارن هتل چترشون رو بدن که اینو تبلیغه جان ولی خب اون چتر چط خیلی چتر شیکیه من شب باورتون نشه ولی من چتر ندارم اصلا من خیلی اون اصلا هیچ چطر و اصلا به چتر داشتن اعتقادی ندارم اصلا علاقه به چت یعنی من اصلاً من ترجیحم به شدن شدنه آره. اصلا بری مهمونی داری میری مهمونی ماشین تو مثلا رستوران میخوای بری خیس میشی دیگه آخه لاجستیکش رو بخوای حساب کنی بازم یه ذره خیس میشی با چترم بستگی نه میتونی اگه خیلی به خیلی بخ بزنی من اصلا اونطوری نیستم بتونم اونقدر وقت بذارم من اونقدر چیز ندارم که <تصح> ولی اوکی okay. حالا تو یه اپیزود دیگه میگم که اون چتر خاصی که داشتم تو ونکوور گرفته بودم و توی رستوران خیلی خوب اینجا گم شد تبعاتش چی بود واسه یه رستوران بلک بلو گم شد آره اوکی تبعاتش برای رستوران چی بود یا برای شما یادم نه اینو بذاریم بعد اصلا به نظرم نباید بگی چرا آقا از شما هم میدونم تو یه کارکتری و برای خودت ساخته دو خود لیمت تو یعنی یکی از رستوران های مطرح شهر بست آقا یعنی برشکست شدن این بیره. بده ایمان شما بیره. این بده من <applause> من با یه پدیده دارم جدیدن دست و پنجه نرم میکنم بار دومه خب هممون سفر کردیم سفر رفتیم با هاپ ما این ور ور و یا اگرم نرفته باشیم فک و فامیلی چیزی اومده رفتیم دنبالشون چیزی که مرسومه اینه که هاپ ما مثلا شاید دیر برسه بله. دیلی داشته باشه تاخیل. خیلی مرسومه داشته. ولی زود رسیدن زیاد وجود نداره بله پرواز مادرم یک ساعت و نیم زود نشست <applause> یعنی به جای هفته صبح پنج و نیم صبح نشست اصلا نمیدونم اون بیناموس چرا <applause> یعنی صبح بلش یک من میخوا... ساعت و نیم تو پرواز هوایی خیلی خیلیه تو سرزیری انداخته اصلا اون داشتم از اون <applause> از اون از از <applause> 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 ولی اصلا پشمای من ریخته بود آخه مگه بار دومی که اتفاق میفته آره دفعه پیش یک ساعت این دفعه یک ساعت و نیم من مطمئن نمی خلبانه میخواد رکورد بزنه ولی به کسی نمیگه یک ساعت و حالا من شانسی من صبح بلند شدم برم دستشویی گفتم اونو چک کنم ببینم مادر ما کجاست دیگه میشینه پسرم what the hell اص اصلا باورم نمیشد یعنی چیه خب دلیل این داستان چیه من من چی نپرسیدم ولی ببین یک ساعت و نیم زیاده خیلی زیاده یعنی خیلی تون بیا یا خیلی کورنرا رو کات کنی نه <تصفح> 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 آخه ببین از اونورم تو به عنوان یک هواپیما اصلا نمیتونی زود یا دیر بر... یعنی زود یا دیر برسی جریمه میشی از طرف ایرپورت اسکیجولای بقیه آره اصلا جا نداری بری تاکسی کنی یعنی اینا همشون جا دارن برای خودشون مثلا ایرکندا ساعت مثلا هفت جا داره بره تاکسی کنم صبح زود بوده اوکی بوده دیگه نمیدونم خب صبح زودش خلوته یعنی آخه میتونی احساس میکنم خیلی باید دقیق تر از این باشه که تو بخوای مثلا یک ساعت و نیم زودتر برسید ببین تو اسکیل مثلا یعنی ده درصد یا روز زودتر رسیده خیلیه <تصفح> <تصفح> میشه بریم سرعت ما رو کنیم هزار, هزار کیلومتر میرنن نه دقیقا 800 900 950 آره. بیشترش آره. میمد ولی خیلی عجیب تو... بود و و من واقعا چه شانسی برا... بردن چی چرا که, که تو بیدار, بیدار, شدی اون تایم آها خب آره ولی اصلاً میدونی آره دیگه واقعا در حق من اچاف دیگه آره. پنج و نیم صبح بله. خب من دیگه بسته برای دی رفتی آره دیگه, آره دیگه, آره دیگه من رف... به ما اینطوری ما شیش و نیم خونه بودیم ما الان قرار هفت برسه ولی تو خوب خوب رسیدی یعنی وقتی که دیدی دقیقا رسیدی آره رسیدی. آره من همون موقع رفتم همون موقع یعنی من مثلا شاید تا ما هم مثلا چند دونا رو بگیره و بیاد من در اونجا بودم ولی خیلی برام عجیب بود که ممکنه یه پرواز زودتر برسه دیلی رو خیلی ده ده. چیز داشتم و خیلی تجربه مثلا تاخیر داشتم ولی زود رسیدن فقط همین هواپیمای ایر و فقط از استرالیا به اینجاست نمیدونم ام. چیه داستانش خیلی برام عجیبه عجب بحث آره. چی بحث سفر شد سفر و, و... حالا بلا به دور بشه. خواهش آها بله اتا... اه من اینو داشتم همگیز. میگفتم ده. تو یه ذره صحبت کن من این تصویر رو شدم عوض شد آره, آره. من حالا بهتونم گفتم توی <تصفيق> تکس <تصفيق> سفر که میرم اتفاقات بدی میفته <applause> سفر قبلی که رفتم چی شد؟ لاس بودیم و وسط عشق و حال و اینا یهو همه مانیتورای توی کازینو ها همه جا شد چه سالی بود؟ نیوز قبل کووید بود چند ما قبل کووید بود آه شو, شو بریکنگ نیوز کووید نه شد کوبی کوبی براین آه کوبی براین او. آره اون هلیکوپترش افتاد بنده خود و آه من آه باورم نمیشد نار... حالا من خیلی بسکتبالی نیستم و یعنی خیلی هم فالو نمیکنم ولی به عنوان یک کاراکتر آدم مطرعی بود میشناختمش آدم با حالی بود بعد دوباره اتفاق افتاد تو سفر ما بیشتر هلیکوپتری بود نه تو بعد این کجا اون جا. جا. این آره که آره. آره. افتاد توی هفته گذشته واقعا پشمیزون بود زیاد بود یکی و... و اصلا گذر شد ازش یعنی من, خی... من انتظارشم خیلی اتفاقای دیگه بیافت میجر اتفاق... ترین اتفاقش این اون جوکای توییتری بود یعنی من یک روز سفرم <applause> رو بیبره بودم مثلا جای جوکی زیاد نبود فقط داشتن نود میفرستن <applause> زیاد چه خاصی نبود قبلش فور جوکا بود دیگه آره نه جوکای خیلی عجیبی. بود. خیلی جوکای خوبی بود و من میگم من تا یه حدی ناراحت بودم برای کسایی که فارسی زبان نیستن و نمیتونن از آره. این سطح کامدی لذت ببرن ولی کشیده شده بود به میدیای انگلیسی که دارن جوک زیادی میسازن <applause> 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 هم هم نوده کشیده شده بود هم از به ایران دیگه رسید آخه اون بس... یه کمی مشخص شد چیزا مثلا چی؟ سایبری بوده آره. کی نه اصلا من کاری ندارم که چیکار کرده ولی من میگم که اولین ل... لفظ نود در تلویزیون پخ شد و این خودش یه حرکت رو به جلو تلویزیون جمهوری اسلامی که <تصفت> دیگه کثافت دیگه <تصفت> دیونه خونه است ولی خیلی نود فیک بود دیگه بازم مهم نیست نود نوده <تصفت> حالا فیش حالا غیره ولی جالب بود منم من خودش قول نود نده بودم ولی یه اکس با ناپلونی گذاشتم که خیلی چی میگن خیلی مورد استقبال عموم قرار گرفت در تیم ملی ناپلونی رو خود خوردی؟ راست شو بخوای حسین یکیشو خورد خوردن ناپلونی سخته خیلی ولی با چای خیلی کم ناپلونی ایدش قشنگه خودش خیلی اونقدر ببین کسایی که به نظر من توی مهمونی ها ناپلونی برمیدارن از آدمای خیلی شجاعن یعنی تو خیلی آره یو نو خیلی خیلی آره این اتفاق افته و من از این ناراحتم که هیچ هیچ چی دیگه اصلا, الان آره آره چی داره میشه الان آره بعد انتخابات داریم در راه مثل اینکه پنجا روز یا آره نه میدونم ولی من چیز میدونی هیچ خبری آه. نیست یعنی احساس میکردم خیلی بیشتر باید خبر باشه احساس با درستش هم همینه دیگه هم یعنی اتجه اتجه <تصفح> با... که دیگه غذا که شد و از سر میز همه دیگه از سر می نه یعنی میگم درست اتفاق افتاد یعنی میتونید اثر اون افراد رو ببینی تو مملکت آها اون که آره اون که صد درزن. خیلی خنده داره البته ایشون بعد مرگشون خیلی بیشتر افراد زیادی گردن گرفتنشون قبلش تقریبا کی گردن کسی گردن نمیگرفتش چجوری اون ب... مثلا خیلی چیز بود دیگه یه سری خب طرفدار پیدا شده که من فکر نمی کردم وجود داشته باشم ولی اه آره اون خبر اتفاق افتاد خیلی عجیب بود اتفاقای عجیب بود یه درامایی جدیدن به وجود اومده سر ساپورت کردن یا ساپورت نکردن اینستاگرامی بعضی از آدمان نسبت به اتفاقات اخیر اسرائیل و فلسطین, فلسطین. آره که اونم, اونم, خی... اونم, به نوبه خودش به نظر من خیلی عجیبه اینکه یه سریا اعتقاد دارن که یه سریا باید یه زیو تو استوری شون بگن ام. یا نگن من همیشه با این م... حالا نه اینکه همیشه ولی همیشه حساب این موضوع گارد داشتم که اه... انتظار باشه انتظار اینکه یک نفر یه کاریو انجام بده برای من خیلی عجب مثلا استوری یعنی یکی از یوسلس اه... ترین روشهای اه... فارتش الان کارون بود میگفته. بی استفاده ترین روش های نشون دادن ساپورتت این که تو یه استوری بذاری یا مثلا ب... نه هیچ نه میدونی چی میگم خب از از, اون طرف طرف از, 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 اون طرف چه جوری میشه تا ولی اصلا اونشو کاری ندارم ولی از اون ورم این که بخوای به خاطر یه استوری یکی رو بزنی و بگی اره. تو فلانی و تو بیساری و تو اصلا اونم من نمیخوام خب آخه راجبه یه سری از افراد که میگفتن ام. یه جورایی میشد فهمید که منظور چیه ولی من خب بیشتر با،, با, حرف تو موافقم مثلا یه دیدگاه این بود که میگفتن اون تایمی که مثلا واسه یه حالا وضع خود کشور خودمون یه سری نابسامانی بود و اینا هیچکی ککش نگذید آره شور الان اومدن مثلا واسه فلسطین میگن واسه یه عده خاصی من اینو بگم و این برنی... اگر که هر جای دیگه ای از دنیا بود هیچ مشکلی به وجود نمیاد یعنی حتی من مطمئنم این شاید حرف زشتی باشه ایه. ولی مثلا شاید اگه یه دونه انوایرومنتال کرایسس هم مثل مثلا آتیسوزی استرالیا اتفاق افتاده بود الان ملت استوری میذاشتن هیچ از هیچ چیزی نشون نمیده ولی به خاطر اینکه مثلا حالا این عقبه وجود داره و این کشور وجود داره این چی بهش میگن این برخورده هست این تنشه آره این تنشه, تنشه وجود داره ولی اگر که اینطوریه که اگر که هر جای دیگه ای بود شما عکس عملی نشون میدادید و اتفاق بدی نمیافتاد الان هم نباید اتفاق بدی بیفت نمیدونم من کلا با اینکه آدما بخوان عکس عمل خیلی عجیبی روی استوری یه نفر نشون بدن واقعا نیستمش آخه این اتفاق پشت داستان خود رئیسی افتاد دیگه و کسایی آره. که شوکن تسلیات گفتن یعنی يعني... حالا نمیگم به هم بسله بود. ولی اونم جداگونه برا خودش جالب بود خشتگ تو پرچم میکنه تسلیت نگی چه انتظاری داری یعنی من کسایی خل... که من اینو بگم خل... اون کسایی که توی حالا شور یه, س... یه سریا نگفتنه. اون کسایی خلده. که اه... مجبور شدن و همه هم میدونیم که مجبور شدن واقعا نمیتونی بهشون گیر بدی یا رو وقتی علنا میگه که به مست... زنگ زدن یا میگه ما... آخه دیگه چی کار کنه بعد خیلی از همین بدبختایی که جو گفته بودن تو توییتر واسهشون داستان پیش اومده او جدی میگی آره, یه،, یه بابایی بود داشت چیز میکرد میگفتش که مثلا جوکاری که میدید میرفت آمارشون رو در می آورد پست میکرد و یه آخوندی بود فکر کنم که شناسایی بشن آره مثلا آقای فدانی مثلا میایم آه، دفترتون بالاس. نه مثلا آه. برای اگر که مثلا زنه که ا... چیز گوشته بود توییت گوشته بود دکتر زایمان بود آه. من میگم اگر آه. که برای زنزایمان مثلا نیاز داری میتونی میشه دکتر فلانی با شماره پزشک فلانی فلانی یه همچین برخورد سخیفی ولی خب آره من خودم یه در واقع روندی که شخصا طی کردم سر همین قضیه که میگی تو همون اتفاقات ایران دو سال پیش خودم خیلی اینجوری بودم که فلانی استوریو گذاشت مثلا فلانی این حفیظه اول اون داستان ها و اون حس میکنم اون تایمی که گذشت اون تجربیاتی خودم شخصا پیدا کردم اینجوری شدم که نه این درست نیست حالا شاید یکی اصلا استوری نذاره یا مثلا چی دقیقا میذاره چی نمیذاره زیاد نباید اون شخص رو چیز کنه هر کسی رو مثلا عصبانی کنه خوشحال کنه نکنه من, من دارد. حرفم اینه با از استوری یکی از شما نبرد یعنی رفتارهای آدما خیلی گویاتره از حالا استنسی که دارن یا مثلا اون در واقع اعتقادی که دارن یا اون راه و روشی که میخوان پیش بگیرن تا اینکه یه استوری بذارن و از یه چیزی و مخصوصا توی کشوری که اگه یه سری حرف رو بزنی دولات میکنن یه سری حرف رو بزنید میدونی بزنی چی بزنی میگن برای تبعات داره آره برد، برداشته به نظرم سیاسفید نیست دیگه تو بگی طرف مثلا <تصفح> استوری گذاشته الان این اتفاقی که افتاده رو ابراز ناراحتی کرده بگی پس طرف مثلا چپیه حالا نه, نه چپیه مم. سیاسی ها این سمت آره. سمت وای میسه سمت مخالف آره، یعنی خیلی نمیتونیم ولی در این حال به قول کارون پیچیده است به خاطر اون عقبه ای که گفتی مثلا خانواده ما که ایرانن زندگی میکنن یا حالا کسایی که اینو میشنون ایرانن یه کمی شاید فرق داشته باشه احساساتشون نسبت به کل این موضوع تا ما ای که بیرونی و ایرانی هم هستیم یعنی پی خیلی پیچیده است فاجعه بودنش پیچیده نیست نه یعنی. نه اون اونو نه دلوقتي. اون احساس رو حرفی تو آره احساس به این استوری م... گذاشتن یا نذاشتن رو میگم ببین فاجعه بودنش هم پیچیده است یعنی تو نمیدونی که چقدرش پلن شده است که این اتفاق بیو یعنی دیدیم در طول کنار... دیدیم در طول سالها که حالا ده... کشورهایی که ده... عملیات های تروریستی انجام میدن از سیویلیاناشون از شهرونداشون به عنوان یه دیوار دفاعی میخوان استفاده بکنن که بعدا پوینت فینگر بکنن مثلا به طرف شار بکنن میگن آره تو اومدی شهروندمونو کشتی میگم انقدر به قول این سیاست انقدر کثیف و بی پدر مادر و همه جوره نمیشه بهش اطمینان کرد که تو واقعا خیلی اتفاقایی که میفته واقعا همون چیزی که نیست نیست که تو میبینیشون اونطوری اتفاق نیفتاده آره ولی اون اتفاقی که به هر اون فیزیک اون اتفاقی که افتاده صدر صدر. اون خودش خیلی ناراحت کننده است ببین خودش بب... کرده واقعا مخالفش کرده دشمنش <تصفح> کرده آره طرف نمیشه بود مهم نیست که بچه کجا بچه که از این <تصفح> بره در مقابل جنگ همیشه بچه رو انتخاب کنید تا جنگ رو <تصفح> <تصفح> این بده چقدر درک شدیم ها <تصفح> یه پیر بیاریم یه پیر بیاریم خب یه ایونت جالب رفتیم کجا؟ هفته پیش دی جی نه دی جی نیست من اشتباه گفته بودم حالا نمیدونم حالا چی میشه گفتش ولی خیلی باحال بود ام، آرتیست ب... آقای اش اش, آره. اش جی؟ آره دی آخه همه سازا رو لایو میزد من تا حالا دی جی نیده بودم آها سازم لایف میزنه آره. حالا خب نمیده. اصلا نمیدونم اصلا لایو میزنه همه سازاشو یه،, یه تنه برنامه رو در میاره آها لوپ انجام میده لوپ انجام میده می آره حالا آره شاید آه. یه نوع از دی جی من بلد خب ولی بله آره خیلی یه هنرمندی آرتیستی هم. آره من یه چمایی بود سر کار گوش میدادم آهنگاشو خیلی کمک میکرد توی, پل... توی پلیلیست بود واقعی میگی؟ نه چقدر جالب که بهت کمک میکنه توی فوکس آره آخه آهنگاش, دوبس. آهنگاش... آه... ده... اونقدر الکتریک نیست به نظر من که دوب سوبس باشه ولی اون رپتیشنش خیلی خوبه خوب بعد حالت هاوس توریش درست بعد گفتم رو اینستاگرامش دیدم داره میاد و گفتم میریم بعد چیزی که جالب بود خیلی همه ایرانی بودن ایرانی بودن آره همه شنیده. بعد حالا با کارو آره مال مصره آره. ولی مونتریال زندگی میکنه واقعا گفت خیلی معروفه فکر کنم خب اکثر عارف. عارف ام دو من تو اینستاگرام داشتم همه استوری گذاشته بودن آره من همه ونکوور اونجا دیدم یه نکته جالب دیدم بحث سیگارینا بود دو تا از دوستان داشتن اونجا سیگاری سیگاری می‌زدن توی چیز این دور کجا بود خودی محکان کجا بود کجا بود تو گرانویل کامادور چی اسمش یه ذریجه جلو در دست راست آره <تصفيق> <تصفيق> میری بالا دست راست آره یه حالت کلابی بود دیگه آها آه، 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 کلاب بوده فکر کنم مثل مثلا پی فورم بود چون اونجا من شب بازی کناکس بود آره آره, آره،, آره، باخته آره. بود آره، آره، آره،, آره 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 خب بگو تا من تعریف کنم چطور ولی باحال بود من خیلی حال کردم من برای همین من رفتم یه جرزی کاناکس گرفتم برای کومان پوشیدم کومان اینا بودی. بعد همون روز بود یعنی ما همونجا سیزم یه ذره پایینترشه دیگه سپورت چک <تصفح> من و حسین بودیم اومدیم از چیه اینجور هستیم دیدیم صف همه ایرانی هست آره بعد که مثلا کامران هومند اومده که ایرانی هست این چی هست بعد حسین گفت نه دی جی اشه گفت دی جی اشه مثلا فکرم دی جی اشکانه مثلا گفت نه عرب اینو گفتم بعد همه ایرانی ببین اون صف واقعا مثلا چشات داره ناراحت اذیتت نه 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 اذیتمون نیست خودم خوش شدم چشمم خوش شده خودم خوش شدم آهه خانوم آه آروم آروم سنگ میشم ایرانی بودن هم آره شاید واقعا مثلا از اون صد نفری که تو صف بایستده بودن شاید واقعا نوت تاشون ایرانی بودن و همه کاپلای مسن ایرانی یعنی سنشون خیلی از من بالا در مرکزه گیرن یعنی همه زن و شوهر بودن اینطوری می‌خوام داشتم گره. به بابا میگفتم چند شب پیش یه آقایی رو دیدم من اونجا که ام. مثلا چند سال پیش ما دیده بودیمش واسه کار مثلا کمک می‌کرد خونه اجاره بکنی و اینا حالت ریلتور ولی واسه رنتال بعد الکس نه نه اسمش رو فرهاد میدونه بعد مثلا از رو قیافه و اینا همسن بابا من بود وقتی که دیده بودشم نه الکس نیست خب بعد اونجا دیدمش بعد خب محتمان که نمیشنست من خودم زوغ کرده بودم حاجی دیدم اونجا بعد به بابا من گفتم با فلانی ما چرا زوغ کردی؟ خب مثلا جالب بود آه فکر... فنه... اصلا فنه یارویی نه فکر نمی کردم آشق اجاره دادن شب <applause> نه فکر نمی کردم اینجا ببینمش اینجا. آه چون که این آمده بود جالب بود برای که توی آره. سن سال داره اتن میکنم چیزی آه اوکی اوکی از اون سن سال زیاد دیدیم جالبه آره خیلی چیز بود خیلی ولی یه خیل. گروه عرب هم اومده بودن خب به خاطر یه خیلی باحال بود چند تا آهنگ عربی که گذاشت بلند میخوندن خیلی باحال جدی آره. با. چون ما مثلا من شخصا آهنگ عربی شاید خیلی آهنگ شاید عربی درصدشو بیایم با آهنگ آها. ولی وقتی که میذاره مثلا درصد خیلی عرب همشو میخونه آره. خیلی, خیلی باحاله. با بلند میخونن آهنگاشون خیلی وضعیاش باحاله من, من یه آهنگ, آهنگ اه سیریان بود فکر میکنم توی عروسی سوریه ای داشتم میخوندن توی توییتر دیدم به مثلا this شیش صوبه من دارم تویتر رو بالا پایین میکنم شیش ماه پیشه بعد این آنگر میبینم اینا دارم میخوننش ببین با هفت هزار تا شزم مختلف ایچی چی به من تا رو بعد یک کلمه پیدا میکردم میدارم چند جی بیتی مهنگ عربیه که اینو میگه توش خیلی عجیب آره و آهنگ های عربی بعضیشون خیلی باحالن حالن گذاشتیم آهنگ واسه من تو ماشینه بله بله من گذاشتم تو پلیلیستم حال میکنم برای منم بذارید تو زحمت میشه شده واسه من خب نه بعد زب میگم منم سه آهنگ فرانسوی برای آقا نه بابا یه یه دونه کافر امیلی پیترز بله پیترز نه سنت اندرو نه نه اسم خواننده رو دارم میگم سطح کلاس بالاست اینقدر آماده هم کلمه این منم باید من اونو خیلی دوست داشتم آره فکر کنم اسمش امیلی پیارو بکنم اشتباه گفته باشم زرزو نه زرزو که جدا ولی نه اینا یه سری مثلا از این بند های اندیویجو چیز بودن شخصی ایندی فردی ایندی بودن آره بعد اینا رو شزه میکردم و مطمئنم مثلا تو آخر عمرم من نمیتونستم همین آهنگ کجا رو توی یه دونه بار بود کلاب تور بود مثلا نیمه شب یه رد شدیم مثلا نشستیم آهنگای عجیب غریب گذاشته بود خیلی حسش باحال بود اما هم... پیترز ببخشید من اشتباه گفتم رو شزم کردم و آوردم و سوغاتی گرفتی سقاطیه. <تصفح> من می دی... گفتی توی باری نشسته بودید و من میدونی این تجربه رو کجا داشتم خیلی برام جذاب بود توی سان فرانسیسکو اون سفری که من با کارون زمینی رفتیم ما یه شبش سان فرانسیسکو بودیم بعد یکی از دوستان قدیمی که همه هم میشختم خب من خیلی واقع چه بگم مثلا از خاطرم رفته بود از دوستای مثلا دبستان راهنمایی بودن <تصفح> 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 ما رو برد یه بار خیلی خفن فکر کنم بود یه زیب به نیوز و در واقع خبرنگاری رب داشت که تمام در دیوارش ماشین تایپ رایتر مثلا زده بودن و برگو مثلا این کرده بود و اینا هر شب مثلا اینکه یه گروه جز متفاوت میاد اونجا میزنه اون شبی که ما رفتیم مثلا این گروه سی نفره اونجا بود یعنی یه <تصفح> ارکستر کامل, داشت میزن پشمای من ریخته بود نیاز نیست من یکی از این خانومه که اونجا کار میکرد گفتم هر شب اینه داستان گفت نه یورجیس لاکی تو نه مثلا شب پیش سه نفر بودن شا... ببین پرفورمنس بود خفن یعنی واقعا خفن بود خیلی دوست داشتم و ام... چند شب پیش اینجا رفته بودیم چیز کاردروز اه... اه... کاردروز توی یه... خیابون کاردروز نه اون کاردروز آره کارده آه. یه خیاب یه آ... چیزی روی آب یو... بابا دهنت سرویس حسینه کلید داره آره ولی شعور نداره آره یعنی کلید هست ولی شعور نیست واو. یه شبه اومد چه خوبی رشتم کرده از کجا از سر پلانت هرچی بود گرفت یعنی راحت بله پرید هر خورده بودیم پرید تو یعنی رو آب رو گفت آره یه رستوران رو آب نزدیک چیزه نزدیک کول هاربر آها غذای دریایی داره غذای دریایی مثلا معروفی داره اینا یه یه آقایی هم وایستاده بود داشتون گوشه میزد انقدر بد میزد و انقدر بد میخون اجرا کنی به مراتب بهتره تیپ منفی میدادی نه اصلا اصلا نمیدیدمش یعنی آقا رو خودشون میدونستن بعد کردنش <applause> یه گوشه که هیچکی نبینه پشت یه چیزی ولی <applause> فقط ایشون ساز میزد آخ گفتم تیپ آخ تیپو بگو برای اون <applause> از تیپش بگو تیپ نمیدی دیگه تو فرانسه آره حالا نمیدونم دم جای دیگه هم اینطوری هست استرالیا که اصلا ممنوعه بله دو جا رفتیم بله. به زور تیپ گرفتن بله. بله. هست همه هستیم بله. بله, بله, هست. بله بله, فعلا هست آره. ولی بقیه جا اوکی بود تیپ نمیگفتن سری فقط دو سه جایی که الان تو ذهنم افتاد تو زن اومد و بگم که خیلی جالب بود تاثیرگذار گذار بود یکی لوور بود موزه آه رفتی جالب بود آره. خیلی قشنگ بود قسمت ایرانش هم رفتیم. آره دی مونای دی. لیزا رو هم دیدی مونای لیزا ببین صبح اول وقت بری نزدیک. بریم. نزدیک ما صف اول بودیم نه بابا آره. اکس عکس گرفتی با مونای لیزا عکس گرفتم با مونای هر نوع عکسی بگی گرفتم یعنی بودی ناراحت می‌شودی بعضی ها رو وای فلش که نزدی اونجا نه, نه. گفتم من با استرس رفتم خاموش, کردم هر وقت میگرفتم چون مطمئنم واسه من اتفاق میافت اه... صد درصد اتفاق افتاده نمیدین خب نگفتن ولی این لوور لامصب هیچ کدوم این آثار باستانی و تاریخی هم توش نباشه خود خود ساختمونش اصلا یه دا... یه موزه از خود ساختمونش یه جور میگم آره انگام سر رفتم عجیبه خیلی عجیبه ما که فکر کنم شاید مثلا یک پنجمش رو دیدیم دیگه پامون داشت شدیم. جز جز میکرد خیلی خسته میشه آدم آره آدم دیگه خسته میشه چک کردیم ببینید در طول روز چه قرار میرفتیم بله هر روز چک خب حالا یکیشو بهم روز اول جوگیر شدیم هزار قدم رفتیم تقریبا 17 کیلومتر تقریبا خیلیه آره بعد روزهای بعد یکم کمتر ولی اوریج رو 20 بود روز آخر دیگه واقعا خسته بودیم و اینا گفتیم آقا دیگه امروز ریلکس بکنیم روز آخر بیشترین تعداد استپو رفتیم 24 و 700 مثلا فومو آره واقعا فومو بود چون حالا مثلا ما اینطوری بودیم که خیلی دوست داشتیم همه کوچه پس کوچه ها و ها اینا رو بگردیم ببینیم ها اینا واسه همین هی پیاده میرفتیم حسین اگه میخوای بی... بیا اینجا بشین بیا حسین نه بیا ب... مردم ببینن ما چی ب... دا... گفتن بیده. <تصح> <تصح> بیا, بیا ببین ما چید. یکی <applause> <applause> آره بود... یه روز بیاد یکی ورسای بود کاخ او. ورسای اون خیلی خوشگل بود جدی میگی خیلی خوش. و اصلا وقتی توضیح میدن که ورسای چی بوده و چه شکلی شکل گرفته گوشم میدادی یا فقطشی مسخره بازی خلا. میکردی دومی خب میدونم فرنوشو رفت از این چیز از این گوشی ها گرفت که میگن اکثرا توریست ها دست میگرفتن چیکار میکرد؟ با هدفون همش با این گوشی ها را میری اینجا چیه اینجا چیه اینا خشت دیگه نیبید. آها زبونی به زبانی چه زبانی میگه؟ به زبانی که خود همه ایشون چه زبانی میگه؟ بگی فرانسه واقعا میرم از این نه خودم, خودم میرفتم <laughs> نه انگلیسی گرفته خوب بود منم بهش گفتم با انگلیسی زشت هست <laughs> خوب. از اینجا من رو در آوردم دم فرنوش گفتم تو گوش بده تو خلاصه از, از هر اتاق میمدی بیرون برمیگشتم خب <تصفح> <خوب>. <تصفح> <تصفح> یه دیه کلافه شد گفت واسه دیگه بعد من فرنوش داره ادا در میاره گفتم که شما شما به برنامه خودت برس من جوین شدم به یه گروه چیز تور زبون نفر به یه تور جوین شدن آه همین خ... میخواستم بگم یه خانومی صحبت میکرد پسی خب هیچی چیزی من گروه رو دنبال کردم خب به انگلیسی میگفتن آره. تو هم ولی خب, خب طولانی میگفتن دیگه مثلا با دو سه کلمه من میفهمیدم چه اتفاقی چه داستانی هست ولی واقعا عجیب غریبه یعنی پیشنهاد میکنی پاریس رفتنو آره آره مطمئنه. نه یعنی بعد مثلا کالچر دوست داشته باشی یا با همه جور آدمی رو همه جور آدم... مثلا ساعتانه. حتی, حتی اهل خوراکی باشی که من بودم که خیلی با اهل بود... فساد چطور فکر کنم فسادش هم باحال ما نرسیم راستش به فساد به فساد نرسیدیم وقتشون کم بوده وقتمون کم بود ولی مثلا اینکه چه نه فسادش فلعرز خوبه شما فسادش خیلی ارز خیلی ارز ورسای خوب بود آها خوراکی خوراکیات بیشتر صبح تا ظهرش دیجو هاف <تصفح> بگتس ادابازی بگه... گرفتم دستم تو تو خیابون را می با, با. با مربا و کره آره حالا عکسش که مربا را بهتون ندن آخه فقط <applause> رفتم <کره>. خریدم رفتم <applause> خریدم <بخص> کرده بودم کرم <applause> <applause> آوردم اتفاقا چی زدین اون ام... آره اسمش چی بود آره آنتراکوت اینو بگم چون خنده داره عکسشو میذارم کجا زدین؟ مغازه کنار شانزلیزه آره آنتخوکوت. آقا شما من خیلی در مورد آره دقیق به خاطر اینکه تو تهران یه کسی که اونجا کار میکرده اومده تهران آنتر زده و اه. خیلی میگن خ... یعنی من که پاریسش رو نخوردم ولی من مال تهران خوردم خیلی خفم ریلی really? بمب nice. آره. تو تهران ببین یه اتفاقای عجیب غریب نمیتونم باور کنم اینو هم حالا براتون توضیح میدم چرا ولی آه... نمیدونم اصلا بشه گفت یا نه من اینو میگم اگر که میشد پخشش میکنی آها میذونم تو هم حسین بیا بگو میشه واقعا جلنب. حالا من میگم اگه, بزردو اگه نشد بعدا برش میدنیم یه خب تو خب ب... نه تو بگو بعدش آقا, بعد بگم. آقا, بگم. بگم. آقا ما ده... چند سال پیش اینو میخوای بعد بشین روی بشین. چند سال پیش من ایران که بودم یه دوستی دارم که خیلی به شرادت دارم و اینا پیش اون مونده بودم و اینا تمام وعدای قضایی با این منده خدا بود بعدش برام توضیح میداد که آره یه دوستی داره که یه دونه رستوران زده سوشی فروشی و این خیلی کارش گرفته و فلان و اینا و میگفتش که اینا مثلا کل سیستشون این بود که آشپز مثلا این سوشی شف مثلا دارن اونجا و ژاپنی و مثلا آره میگفتش یه بند خدای افغانی برده بودن اونجا لباس ژاپنی تنین کرده بودن و هی میگفتن اون پوش را بره به اون فانشی اینو که صد نمیتونی آخه مگه اصلا میتونی این کار رو بکنی اینا رو میوت کنیم این های مختلف ریسیسته و این تو لبل های مختلف فراده اصلا تو نمیتونی این کار و اون بنده خدا هم آخه میدونی آوردنشون جه تا یه پولی هم بهش دادن قبول کرده دیگه دیگه چیکار کنه ولی میگفت آره همه فکر میکنن که این بنده خود ژاپنی و مثلا این ورشن ژاپن آوردن و چون خب ژاپنی صحبت هم نمیکنه دیگه یعنی هیچی حالا من نمیدونم ما اینو میتونیم بگیم یا خیلی بعد دست کنیم که ببینیم چه که دیدیم بعد خودمون برش میداریم آره خب تو به تو بگی آره یه دو سه تا جا بود که حالا فنوش داشت تو لیست ریسک بازی میکنی میخوای میتو... میتونم بگم <تصحیح> <تصحیح> بلایی که سرمون آوردن خب پولتون رو زدن؟ نه روحیه رو زدن این بنده خ... حالا بگو تو میگم آره آقا ما رفتیم رسیدیم به این آنت تو رفتیم تو بله <تصحیح> میرسیم که صف داره و اینا ولی خلوت تو رفتیم تو رستورانم اوکی شلوغ بود یعنی yani خیلی رو هوا نبودم من سریع به خانمه گفتم که بفهمید بگو ما میخوایم بیرون بشینیم فراشم گفتم منم به انگلیسی گفتم یه گفت اوکی ولی برید تو صف یعنی با حالت بدی صف نیست که گفت برید از این در بیرون با یه حالتی که بابا کجا بودی شما آره. آقا ما رفتیم بیرون حالا عکس هم میتونم دوباره بذارم رفتیم بیرون دیدیم این صف هی داره میره هی داره. یک بلاک و نیم و صف دور زده بود نه, نه بابا ما اومدیم بیرون و با ما شال کرده بودیم واسه اینجا آره همه راه اومده بودیم واقعا همه راه ما رفتیم 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 به ته صف رسیدیم و وایسادیم یک ساعت و نیم <تصورت> تو صف بودیم گوش تموم نشد تا رسیدیم بهشون نگران بودیم آقا به وسط <تصورت> صف <تصورت> <تصورت> <پوشتش> داری نگران به وسط صف بمیرم اینا اعتماد به وسط صف که دو دوسته نفر پرسیدن و هنوز گوشت هست چیزی مثلا تو منو گفتن که ندارید و اینا که ببینه بمونه تو صف یه یکی بزنه جلو نه اینکه بره ما اومده بسه مونده یه آقایی دیدیم از تو رستوران کچلواری اومد گفتم فا این اومده ما بگه برید برید آقا اومد به پویسری ما گفت برو نه بابا گفت به تو دیگه نمیرسه گفتم حالا شما دقیقا میدونید به این بنده خدا تک نفر نمیرسه خب خواستم بگم دستشو بگیرم بگم اینا با ماست آره شهری گفت به تو نمیرسه و گوش بده این آقا وایسا گفت من به جون میخرم بعد بعد این هی گروه مختلف میمدن با تاکسی میومدن با لیموزین میومدن گروه شیش اف نفر اومدن اونا رو هم گفت برید همون لیموزین دور سوار شدن رفته این آقا وایس این من جایی بودم سوار لیموزین اونو میشدم میرفتم <applause> با اشون بهتر این به این آقا غذا دادن اینقدر من خوشحال شدم درس زندگی این تبریک میگم با آنتر خود که سیگون حلال پولش و و خب حالا اعتماد همه میدونن دیگه یه منو داره بله و حالا همه و... نمیدونن بگو آره دیگه حالا آره بیشتر من نمیدونم منو داره استیک و فرایز و استیکت هم باید میدیوم ریر به پایین بگیری بله بلدان نباید بگیری میتونی یا نمیذار کار پایینیه آره. کار دیگه پایینی کلن گوشت رو نباید بزنی تو خاک بر سرش آره. اونجا میدی... یکی میگفت میدیوم ریر واقعا بد نگاش میکرد میدیوم می نه ولدان ولدان آقا ولدان ولدان بد نگاه میکردن, خوش میکردن. خلاصه اونجا ما سبک شدیم دیگه یه جوری گفت برید تو صف خب و دو بار رفتید ولی باز بله و, و یاد گرفتیم گفتن که اگه ظهر بیان نیم ساعت آره. قبل بیان سری میبینیم آره. و ما واقعا ز... رفتیم میچستیم و طعم گوشتش فرق میکرد آره. چه گوشتیه یه که خیلی نحیفیه دوبارم یه بارم واسه ریفیل میکنن خواهش بکنی سه بارم ریفیل میکنن حالا این توی ایران ببین یه چیزی که خیلی پیشرفت کرده و من خیلی اپریشیت میکنم تو ایران بستوندی غذاها خیلی یعنی قضاها رو که بستوندی برای تو میفرستن اصلا پشمات میریزه که این غذا از کجا اومده من رو اینستاگرام داشتم میدیدم ببین این آنتروکوتر رو یه جوری مثلا یه گوشته و یه بیرون بر یعنی شما میادی آره سوس رو یعنی در خلالا. سوس بره اینو یه بانده. جوری پک میکرد ببین این تو بگو اصلا نمیفهمیدی این توی شناوری دیران. وجود داره خیلی خفن بود برای من اینو همیشه اپریشیت کردم و همیشه و پکیجینگ هم قشنگ جدیده شده است. آره فکر شده است هزینه براش میشه اینو ما همیشه اپریشیت میکنم توی اما. اصلا ما اون پکیجینگ رو نداریم ندارشم. اینجا میاد <applause> پرت میکنه جلو نصفش هم ریخته اینجا اصلا خیلیش هم <applause> بعد گرون ها. یعنی مثلا تو اینجا یه قضا میگیرید خدا تو هم پول میدید مثل حیوان میریزن جلو تو گرون بزن. بود پاریس گرون بود جدی آره. گرون تزیز بود که فکر میکردی آره. نه بابا اوکی این بده همه چیش گرون بود آقا من واقعا یه سفر لازمم یه خاطره دیگه بگم بریم بله بله چیزی تو حرف خیلی کم حرف زدی تو نه, نه،, نه، از مشکلات گفتی نه،, نه،, نه برها پولی اینجا زد و ببین تو باید یه جمله قصار بگی من برها من خیلی این هفته درگیر بودم یه ذر دارم چیل میکنم آه داریم باید 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 نه برای خرید اومدی برای یه ماه اجاره مثل اینکه آه من آقا اینجا همه میگن کار نیست ولی هیچکس کس کار نه من خیلی ناراحتم از این موضوع ام. من یه بالکونی کوچیک دارم با یه سری گلدون توش ده. این گلدونا خالی هن. من با یه خانومی که تمام این گلوگیه ها ما از اون خریده بودم قبلا این شاپی داشت ولی این شاپشون بسته شد فوت شد مثل این که نه نه فوت نشد ایشون چیز کردن تصادف کرده بودن چند ماه بیمارستان بودن آه و اینا آه 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 بعد من دوره بهشون تکست آقا شما فعال این کار میکنین گفت آره نو پرابلم بهش گفتم ببین من این گلدونا رو دارم میخوام توش گل بکارم واسه میخوام بیای تمام درختی که ازت خریدم و یه نگاه بکنی یه فرتلایز بکنی اگه نیاز بهم میگی خبر گفتش که باشو بعد از یه بک فورت خیلی زیاد مثلا مثلا سه چهار روز بک فورت و اینا گفتش که اوکیو به من ایمیل تو بده و گفتم اوکیو برام خودش مثلا تقا چیز فرستاد اینوایت تقویم فرستاد و فلان و اینا و قرار بود که مثلا دو روز پیش بیاد ساعت 10 صبح گفتم نامش کردم و اینا ساعت مثلا 9 و 45 بهش زنگ زدم که موقعی که رسیدی به من بگو من بیام لابی و بعد بیارمت بالا جواب نداد شد قرار بود 10 بیاد شد 10 و جواب ندارم شد ده و بیست دقیقه زنگ زدم زن بهش جواب نداد شد ده و بیست و تکس زدم که آقایی کامینگ جواب ندارم بعد دیگه منم خواستم کار داشتم دیگه میدونی مثلا کل روزا منتظر بودم این خانم بیاد من اینو مثلا دستشو بزنم تو دست بالکونیو و برم یعنی خودم نمیخواستم بمونم دیگه قاطی کردم و رفتم و این خانومه اینطوری بود که ببخشید من درگیر بچه‌هام بودم گفتم خانم یه تکس آره اصلا قرار داشتیم اصلاً اصلاً و یه پونه خیلی کانسیدرابلی میخواست از من بگیره یعنی حدود 600 دلار میخواست از من بگیره برای تمام این کاری که و نیومد و خیلی جدی گفت من درگیر بچه‌ام شدم من مثلا 11 و 20 دقیقه مثلا زد کن یو باز می این نه گفتم نو I'm دان من 300 میگیرم میام خودم همه کار رو انجام <تصفح> گلاشم میخری همه کار خاکاشم الک میکنم و گلم باید بخری هر کی نیاد حالا فعلا بذارید حالا فعلا کجا میبینم حالا حالا آله آقا تبریک میگم آقا هر آله یه بلایی هم که سرمون اومده و هفته پیشو بهتون میگم من خیلی بابا هفته پیش فکر کنم مثلا ویکندینا بود ما خونه کوروش بودیم بله برای شام رفته بودیم حسینم بود بعد طرف مثلا هشت اینای شب بود یهو هم کوروش چشش یه برقی زد و گفتش که من میرم فلان بازی میارم بازی کنیم و اینا رفت یه بورد گیم آورد من تا موقعی که این بورد گیم اومد من دیدم که چهره میا خیلی مقموم شد از این بورد گیم <تصفيق> <تصفيق> و دیگه آورد و ریسک نمیدونم تو حالا ریسک بازی کردید هر کدوم شنیدم اسمشو این به هر حال اینطوریه که تو یه سری جاها مثلا سرباز میشینی نقشه جهانه و از جاها میتونی سرباز بشینی و میتونی به هم دیگه مثلا اتک کنی کنید و فلان و اینا سرباز میتونید عرب. با همدیگه مثلا عهد ببندین که به هم دیگه حمله نکنید ببخشید تو, تو یعنی گوشی رو نه نه ما رو, رو بورد بازی کردیم ما نسخه فیزیکیشو بازی کردیم و خب میدونی من مثلا ساعت هفت به بعد تقریبا هیچی برام دیگه مهم نیست مثلا نشسته آره. بودم داشتم بازی میکردم دیگه من دیگه خیلی شل بودم داشتم بازی میکردم کامپتیشنی نیست برام من نبود من و من از شهر من اینو شنیده بودم خاطراتش که کوروش آدمی نیست که بخوای باش ریسک بازی کنی کوروش و حسین هم کنار همدیگه نشسته بودن اینا کوروش یه پیشنهاد داد که بیام و با همدیگه مثلا صلح کنیم ما با همدیگه به حسین حمله نکنیم و اینا و این ساده قبول ایشون ساده قبول کرد و آقا حسین رو در عرض مثلا چهار راوند دیگه کله کرد کوروش کوروش واقعا هم کله نکرده یعنی من دیگه دیدم خیلی وزخیته من رفتم کوروش از اینگه اصلا یه شد این بچه از اون موقع شب واقعا 20 ساعت ریسک داره بازی میکنه قویشه قویشه که هیچی الان الگوریتم رو کنم حک کرد <تصفح> <تصفح> یعنی قشنگ میدونه که چی کار باید بکنه <تصفح> <تصفح> که این بازی هیچ وقت نبازه و من واقعا از این ناراحتم آخه قبل اینکه برم سفر یه بار دیدم حسینو بله بعد داشت میگفت چی؟ گفتی یکی از علاقه علاقه جدید چی شده؟ آره او گفت المپیاده کامپیوتر مثل دانشگاه دا... آره میشینه المپیاد کامپیوتر رو درساشونو میشینه نگاه میکنه برای رو... فانش آره... یعنی <laughs> آره. دیگه بر هر کسی یه مریضی داره <laughs> اینم <داره. laughs> <داره. laughs> من از اون <laughs> فکر حسین آدم کامپتیتیویه و معمولا نمیوازه و حالا اگرم به بازه اوکیه ولی به نامردی به بازه اوکی نیست آقا نشسته از موقعی که از اون فرداش که اومدی نشسته داره رو گوشیش ریسک بازی میکنه و فکر مثلا هفته پیش برام فرستاد 9 نو ساعت 19 ساعت هنوز همون... همون گیمه چی 9 حو... همین طوری الان همینطوری شده, شده. ما هم ترسون آره <تصفح> ریسک آدم پر ریسکی <تصفح> خلاصه اسمی به حرفای کوروش نمیتون اسمینام بکنین دیگه بعد بر... اون شب کوروش خیلی عادی چی خود کوروش بر... اون شب دیگه اصلا جم شد آره چون نه واقعا بازی طولانی, طولانی مثلا چهار ساعت بازی دوازده شب بود هنوز داشتیم تاس میریختیم کافی بود ب... نه ببین این به نظر من ریسک و مثلا ظهر ای قرار مثلا تو شب جایی باشین ظهر شروع کنید یواش یواش مثلا رو بخورید مثلا چه میدونم مشروب بخورید از حالت عادیتون بیان بیرون که از بازی لذت ببریم با. موقعی که داشتیم بازی کردیم احمد ببین من هم. کمر بسته بودم سپه رو بکوبم <تص> سپهرم بوده تو این بازی آره آره چرا از اول نگفتی؟ آخه این سیگنیفیکانت بود <applause> نه نه اتفاقی که افتاده توی اون همه چی تغییر تقریفت... آره خیلی متفاوت بود ولی ولی کوروش دو تا پیشنهاد خفرم داد اسم این دو هم بگم که هر بلو بلو بلو. پاریس بره آقا کوروش که میدونی که دیگه اصلا زاده بعد. زاده پاریس آره اصلا یه جوری با ار حرف میزد واقعا آره یه فلافلی توی من محله بگو بری پاریس به خدا تا گفت از گلش خندیدم لومغ لومغ بله فلافل محله شماره چهار لفلافل لفلافل لدو فلافل یعنی بهترین فلافلیه که تالا خوردم یعنی کلا شاورما و فلافلای عجیب غریبی داره نه ریویو زیاد 13 هزار تا ریویو داره آدمای معروف رفتن اونجا مرچ خودشو داره نه اصلا میرید جو میگیرتت رستورانش هم شیک هست یا بدبخته نه شیک کوچه بازاریه چون خیلی ناراحت میشم که از یه حدی از ساکسس رو که رد میکنی هنوز نه، اون نه. بدبختی رو تو محله ایه که نمیتونه خیلی لوکس باشه ولی شور تو ولی مثلا آکه آره. حالا آره اکس اکس میذارم چقدر اکس غربه آره. زیاده میش... یکی اونو گفت یکی بعد شانسمون گفت اون تایمی که گروه, گروه ما همون روز رفتیم ام. چون روز بعدش می رفتیم توی محله یهودی نشین بود که به خاطر یه اتفاق مذهبی مثلا دو بعد از به بعد کل محله بسته بودن ام. یکی این بود یکی دیگه هم واسه صبونه یه هتل تاپ گفت رفتیم آه گفت کراسان خوردین اونجا نه فرنچ توست خوردیم و یه چیز بود یه ولی خیلی گرونه خیلی گرونه آره آره ولی میارزه یعنی يعني... سان سان تو اون چیزا رو که میخوری همش فکر نکنم بر این باور بود این فقط فرستادش اونجوری که اذیتت کنه ما ما لذت بردیم با اون همه هزینه چه لذت بردیم به جز فرنج تو چی بود گوش بدید خب حالا من که معمولا رفتم اونجا آها نه احتمالاً دو تا از اون آقا آقا این لفظ روش نذاری ما با رضا هر کاری کنیم رضایتش بود با رضایت دو تا چتر دزیده خب <تصف> به بهترین پروداکت های فرانسوی که خوردیم تو اون هتله بود به... اصلا عجیب غریب بود می یه جوری به احترام میذاشن کیف صندلی واسه کیف خانم بود من نزدیک بود اون صندلی بشینم اصلا نگم واسه کره ای که میوردن رو به توضیح میدادن از کدوم گاو گرفتن مثلا چند دقیقه طول کشید چون کره همون لحظه میگرفتن یعنی کره فرش میگرفتن یعنی گاو اون یعنی <تصف> نه 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 مثلا پروسه این گفت الان خیلی مثلا داستانه خودشو داشت این دوتا تا جا کوروش بهتون معرفی کردم آره این واقعا عالی بود و مربا ها و کرم کاکاو هایی که داشت من آوردم با خودم اونا رو معلومه ببین شیشه هاشو ببینیم فکر میکنیم مثلا سواروفسکی ببین. اون شیشه ها رو زده نه آره. خیلی باحال بود واقعا میگی آره. پلازا, خارم... پلازا... آتن بود اسم هتل اون هم لدوف ب... چیزی I بود I think من اونقدر بوژی نیستم برای پاری بابا نیست من خوان... ب... ما رفتیم اونجا فکر تو... میکرد بابا همه اونایی که اونجا بودن ببخشید مثلا صحبتت حس میکردی فامیلای پابلو اسکوبارن یا مثلا چیز ما به مثلا تیپ کژوال رفتیم اونجا و نمیخوردیم به, به تیپ خودت تو به قیافت میخوره بتونی پولاف پول آف کنی ولی من اصلا اصلا نمیتونم دیگه ده. یعنی من کلا استایلم رفته به شل شل آره خیلی شل شدم بولی. من مشکلی نداره نه احساس میکنم ببین بعضی این جا رو واقعا اگه ببین میدونی اگرم شل میری باید مثلا یه ساعت 40000 دلار رو دستت باشه بلده. که که رو بدونه که تو دوست داری که شل باشی میدونی من اگه برم فکر میکنم آمه بام کاری به فکر اونا نداشته خدا رفتاری که با ما داشتم با بقیه داشت یعنی هیچ فرقی نبود میز کناری ما خیلی عجیب غریب آخه اونجا که میری یه بار میری دیگه هم کسی قرار روز رویس همه مثلا عربای عجیب غریب بودن هم میخواستم ببینم یه میز روبرویمون بود از تیم سفارت موناکو یه چیزی بود اومدیم بیرون همه پلاکای ماشیناشون نوشته بود که بود. یه چیزی ریپابلیک آف موناکو ریپابلیک هسته موناکو اشتباه نگم خب آره ما توشون خیلی شل بودیم ولی رفتارشون واقعا با ما اوکی بود پس تو پیشنهاد میکنی آره خیلی خوب بود خیلی یعنی آواکادویی که اونجا بود مطمئنم از تو وسط بهشت برده بودن هتل دون از هم بود اوتنتون چی؟ من متوجه میشدم ارزاد گفت چی گفت؟ جمعهشو گفت تموم شد از دیگه هرم بود ولی چیزم رفتین قسل دستا رفتین دیگه برج ایفل رفتین واقعا هایپ نیست تا بالا همه گفته بودن نرین ما هم نرفتیم فکر کنم از پایینش خیلی هیبتش بهتره نه اولا این طوریه خب اپیزود ما بودین یک ساعت و 20 دقیقه حرف زدیم و میبینیم که اپیزود بدون کارون نه ولی واقعا جاش خالیه خیلی از جاها من دوست داشتم که نقطه نظر کارون هم بدونم ولی خب میدونیم که اپیزود گوش نمیده یعنی قبلی هم آقا من بهتون میگم تا به امروز که به اینجا رسیدیم در اپیزود قبلی با ما صحبتی نکردی یعنی هنوز تو اپیزود نذاشتیم الان دیگه دارم دیگه دیگه. دیگه, چی دیگه این قسمت توی لطفا توی هایلایت همون نیاد که نه دمتون گم مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید ما سعی میکنیم که طبق روال معمول هر دو هفته حداقل یه اپیزود داشته باشیم مرسی که سپورت میکنیم برای تمام مسیج ها تمام تویت ها تمام در واقع حرفایی که توی اون گروه تلگرامی زده میشه من قول میدم که لینکش رو از این به بعد بذارم توی دیسکریپشن همون یه مدتی نمیذاشم چون که خودمون اتن نمی کردیم دمتون گم تا درود دیگر بدرود درود خدافص مرسی خدافص